رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه پس از دیدار در کاخ سفید در برابر خبرنگاران حاضر شدند و محور گفتگوهای خود را با آنها در میان گذاشتند. دونالد ترامپ بعد از اشاره به همکاری های نظامی ترکیه با آمریکا در شکست کمونیست و جنگ کره ابراز امیدواری کرد که دو کشور در جنگ با تروریسم همچون گذشته همکاری داشته باشند. آقای اردوغان هم بعد از تبریک دوباره پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر گذشته گفت ورود آقای ترامپ به کاخ سفید انتظارات و امیدهای جدیدی را در منطقه خاورمیانه به وجود آورده توجهتان را به مشروع این کنفرانس خبری جلب می‌کنم. باعث افتخار ماست که به آقای اردوان برای اولین دیدارش در چند سال گذشته از کاخ سفید خوشایند بگویم مردم آمریکا برای دهه ها با ترکیه دوست و متحد بودند ترکیه در طول جنگ سرد رکنی اساسی در مبارزه با کمونیسم بود صدی در مقابل گسترش شوروی بود شجاعت ترکها در جنگ ها بود است این حقیقتی آشکار است سربازان ترکیه به همراه سربازان آمریکایی در جنگ کره جنگیدند و فراموش نخواهیم کرد چه سهم بزرگی ایفا کردند سربازان و جنرال های ما هنوز شجاعت سربازان ترک را به یاد دارند جنرال داگلاس مکارثور، فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا شجاعت سربازان ترک را در جنگ کره و آنها را بزرگترین سربازان جهان خواند امروز ما در جنگ با تروریسم با دشمن جدیدی مواجه هستیم و میخواهیم بار دیگر در کنار هم با این خطر روبرو شویم مردم ترکیه در سالهای اخیر و حتی همین چندی پیش متحمله حملات وحشتناکی بودند ما با قربانیان این حملات همدردی میکنیم و حمایت خود را از ملت ترک اعلام میکنیم ما از ترکیه در جنگ با ترور و گروه های تروریستی ماننده، داعش و پکاکا حمایت میکنیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که محل امنی برای مخفی شدن نداشته باشند ما همچنین از تلاش رهبری ترکیه برای یافتن پایانی بر کشتار در سوریه تقدیر می کنیم. جنگ داخلی در سوریه وجدان مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است. فقط کافی است به صفحه اول روزنامه ها نگاه کنید. ببینید در سوریه چه رخ می دهد. ما همچنین از هر تلاشی که برای کاهش خشونت در سوریه صورت می گیرد و شرایط را برای راه حل سلحامیز به وجود می آورد، حمایت می کنیم. آقای اردوغان و من همچنین درباره تقویت تجارت، و روابط تجاری بین دو کشور تبادل نظر کردیم. اینها حوزه هایی هستند که ما می توانیم روابط بین دو کشور را گسترش دهیم که به نفع هر دو کشور است. تجهیزات نظامی از سوی ترکیه و آقای اردوغان سفارش داده شده و اطمینان حاصل شد که به سرعت ارسال شوند. من چشم به انتظار همکاری با پرزیدنت اردوغان برای دستیابی به صلح در خاور میانه برای رویارویی با دشمن مشترک و برای خلق آینده خوب و تأمین و امنیت در هر دو کشور هستم. سایم باشکن دیلی دوستم می خواهم از این فرصت استفاده کنم و از پرزیدنت ترامپ و کابینش برای میهمان نوازی سهیم. که در حق نه تنها من بلکه همه ی همراهانم ادا کردند تشکر کنم و بار دیگر می خواهم در حضور شما از پرزیدنت ترامپ برای پیروزی ای او در انتخابات قدردانی کنم ما اخیرا گفتگوی دو جانبه با پرزیدنت ترامپ داشتیم و فرصت یافتیم بر جوانه به مستحکم در روابط میان دو کشور آمریکا و ترکیه که ریشه در گذشته دور دارد و اکنون به سطح استراتژیک رسیده است تاکید بگذاریم. رابطه بین ترکیه و آمریکا بر اساس منافع و ارزش‌های دموکراتیک مشترک بنا نهاده شده است. حفظ روابط مستحکم بین دو کشور نه تنها برای منافع مشترک بلکه برای سراسر جهان بسیار اهمیت دارد ما اساسا در کنار هم قرار داریم در سازمان ملل متحد در ناتو و در گروه g20 ما همکاری نزدیکی در تمامی این نهادها داشته ایم می خواهیم از تقویت و گسترش این همکاری مطمئن شویم ما بر همکاری بر سر طیف وسیع از حوزه ها مانند اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری های موازنه ای، انرژی و صنایع دفاعی توافق داریم. برای من مهم است که در جنگ با تروریسم اساسا داعش و همه گروه های تروریستی در منطقه همکاری کنیم. ما متعهد به جنگ با تروریسم در همه اشکالش هستیم. در آینده منطقه ما تروریسم جایی ندارد. مد نظر قرار دادن و ایجاد رابطه با یگانهای مدافع خلق هرگز مورد قبول ما نیست و برخلاف توافق جهانی ماست. ما هرگز به این گروهها اجازه نخواهیم داد که از ساختار دینی و قومی در منطقه به نفع خودشان استفاده کنند و تروریسم به عنوان پوششی برای آنها باشد.